در توییتر و تلگرام از شما پرسیدیم آیا چین شریک قابل اعتمادی برای مردم ایران هست؟ 97% همطور که میبینید گزینه خیر رو انتخاب کردن. در ابتدای برنامه ببینیم روزیتا از دیدگاه‌های مردم و کنشگران و اونهایی که مخاطب واقعی برنامه همیشه بودن چه آماده کرده. روزیتا، میدونم استقبال انقدر زیاد بوده که همه این به ویژه پیام‌های صوتی در برنامه امشب قطعا جا نخواهد شد. دقیقاً، حتی پیش از برنامه هم پیام صوتی دریافت کردم. پرسیدیم به نظر شما حمایت‌های چین از جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات مردمی ایران چه معنایی داره و چین با این حمایت‌ها چه هدفی دنبال می‌کنه. پیام‌های زیادی دریافت کردیم و در یک جنبندی کلی میتونم بگم بیشتر همراهان معتقد بودن چین فقط دنبال منفعت خودشه و بس. کاربر اینستاگرامی به نام یاهو میگه مشخصه اگر از جمهوری اسلامی نباشه و حمایت نکنه و تحریم نباشه، چین چطور میتونه این اجناس بنجل و بیکیفیتش رو بجز ایران جای دیگه‌ای بفروشه؟ پس باید حمایت کنه، چون فقط دنبال منافع خودشه، نه مردم ایران و نه جمهوری اسلامی. بریم سراغ پیام‌های صوتی شما. به نظر من دولت چین از سرکوب انقلاب ایران حمایت میکنه به علت قرارداد طولانی مدت 25 ساله‌ای که بر اساس اون حق استثمار ایران رو بهش واگذار شده. بر طبق این قرارداد که بسیار از مفاد اون هم هنوز مشخص نیست، چین حق استفاده کامل از منابع نظامی ایران، منابع قسمت جنوب خلیج فارس و دریای خلیج فارس رو داره و هر دولت تازه‌ای که بر روی کار بیاد همچین قراردادی رو قبول نخواهد کرد و اون رو فسخ خواهد کرد. طبعا در راستای منافع ملی چین هست. ببینید الان شما خودتون دیدین دیگه، توی چرخش 180 درجه کاملا متمایل شدن به سمت عربستان، چون به قول آقای حمید فرخ نژاد همچین که احساس کردن شاید جمهوری اسلامی رفتنی باشه، همون مسئله معروف که روی اسب بازنده شرط بندی نمی کنن همینجور هم شد دقیقاً، که خیلی هم اون موضع‌گیریشون خیلی سنگین بود برای جمهوری اسلامی که یکی از مهمترین شرکای اقتصادیشون اونجوری پشتشون رو خواهد. خب اینها تا زمانی حمایت میکنن که این حکومت سرپاس، ولی همچین که بخواد دوچار استحاله بشه یا این حکومت رفتنی باشه، طبعا اونها هم حمایت نخواهن کرد. کاملا مشخصه دیگه، حمایت ها همه در راسته بحث مالیه، یعنی این که اونا به فکر منافع ملی خودشونن و دنبال اونن، برایشون هم اهمیتی نداره چه کشوری له بشه، مردم چه کشوری آسیب ببینن.